همکارم فرین عاصمی اینجاست، تازه ترین ها رو به ما بگه. فرین، اول بد نیست از جو امنیتی در تهران بگی. جمال، بر اساس اون چیزی که به دست ما رسیده از مخاطبان بی بی سی و شبکه های اجتماعی، میبینیم که جو در تهران خیلی امنیتی، مامورای ضد شورش دیده میشن در خیابون ها و در میادین. در میدون انقلاب ما تصاویر رو دیدیم، در میدون فردوسی و همچنین ولی از تصاویری به دست ما رسیده در مقابل دانشگاه تهران ماموران وایستادن، ماموران امنیتی، ماشین های گارد ویژه وجود داره اونجا و ضد شورش مستقر شدن، با موتور خیلی در خیابون ها رفت آمد میکنن یا در کنار خیابون موتورهاشون رو پارک کردن و به شدت به تعداد زیادی وایستادن ماموران و اصولا خیلی جو امنیتی در تهران حاکم هست. جلسه ای هم در مجلس بوده با حضور فرماندهان سپاه. از اون جلسه که البته خب غیر علنی بوده چه اطلاعاتی بیرون اومده؟ درسته، کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران امروز صبح یه جلسه داشته که آقای سلامی فرمانده سپاه بوده توش، امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه و یه سری مسئولان از تیم بازرسی ستاد کل نیروهای مسلح کشور، وزارت دفاع، سپاه و وزارت اطلاعات در اون حضور داشتن. چیزی که از این جلسه اومده بیرون از طریق آقای علیرضا رحیمی صحبت منتشر شده که عضو هیئت رئیسه مجلس و گفته که حسین سلامی فرمانده سپاه امروز در این جلسه گفته که سپاه هیچ کنترلی روی هواپیماهای مسافربری نداره، بنابراین نمیتونسته که اونها رو هم متوقف بکنه و آقای سلامی ظاهرا در این جلسه از مردم عذرخواهی کرده. بیشتر صحبتاش در مورد حساسیت آسمان ایران بوده در اون لحظه‌ای که پدافند موشکی شلیک شده و گفته که به خاطر اینکه سپاه پاسداران حمله کرده بوده به قرارگاه های آمریکا در عراق، خیلی جو حساسی بوده و این خطای انسانی بوده و بعدم گفته که مسئولان 48 ساعت در حال این تحقیق بودن که چه اتفاقی افتاده و به دنبال ماجرا بودن. علی لاریجانی هم صحبت کرده در مورد همین جلسه و اصولا خب بعد از این جلسه نماینده مجلس اومدن یه بیانیه دادن و حمایت کردن از سپاه. در این به هر حال الان جویه که خب خیلی‌ها ناراضی هستن، خیلی از مردم ناراضی هستن و از این مسئله شکایت دارن، ولی نماینده مجلس اومدن همدردی کردن با خانواده های قربانیان و گفتن که از سپاه حمایت میکنن و گفتن ما اجازه نمیدیم به گفته اونها اشتباه یک عضو خانواده باعث سوء استفاده دشمن بشه و گفتن که حمایت قاطع خودشون از سپاه به عنوان یک نهاد انقلابی اعلام میکنن و از برنامه های سپاه هم حمایت میکنن. در این زمینه واکنش های متعددی هم بوده، علاوه بر این هایی که گفتی، در سطح هنرمندان، در سطح سیاستمداران، بعضی ها در موافقت با حاکمیت و بعضی ها هم در انتقاد و مخالفت با حاکمیت. درسته، از واکنش هایی که هست میتونم به اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اشاره بکنم که گفته صحبت کرده در مورد تاخیر اعلام خبری که سپاه این هواپیما رو زده و گفته این به دلیل پنهانکاری نبوده، بلافاصله ستاد کل نیروهای مسلح و سپاه یک تیمی رو درست کردن برای تسریع در روشن شدن این حادثه و بعدم گفته که همه جوانب سقوط رو بررسی کردن و اگر جعب سیاه رو بررسی میکردن روشن شدن موضوع مدت ها طول میکشیده، برای همین اومدن و اعلام کردن که خود سپاه این هواپیما رو زده. واکنش دیگه مال محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران که گفته بدتر از شلیک سهوی به هواپیما، شلیک عمدی به اعتماد عمومی، یه مقداری انتقاد کرده از اینکه چرا این مسئله پنهان شده بود و حتی گفته که چرا حقیقت از رئیس جمهور مثلا پنهان شده بود، رئیس شورای عالی امنیت ملی و این اعتمادی که از مردم سلب شده و الان مردم اعتمادشون رو از دست دادن نسبت به جمهوری اسلامی، خب خیلی مدت ها طول میکشه تا برگرده. دیگه میتونم به عبدالکریم حسین زاده نماینده مجلس اشاره بکنم که پرسیده چرا مقام های عالی کشور، اون هم باز در مورد اینکه حالا رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی خبر نداشته، اینو برده زیر سوال و گفته که این اولین بارم نیست، این دومین باره که رئیس جمهور میگه از یه مسئله اطلاع نداشته، دیرتر متوجه شده. مسئله اول اون افزایش قیمت بنزین و اعتراضایی که در آبان ماه با افزایش قیمت بنزین شروع شد، الان اومده به اون اشاره کرده و گفته که اون موقع هم رئیس جمهور ایران گفته که من اطلاع نداشتم و با مردم فهمیدم و این چطوریه که رئیس جمهور نمیدونه این اتفاقات میفته و بعدن اطلاع پیدا میکنه. یه واکنش دیگه هم عباس عبدی بود فعال سیاسی اصلاح طلب که در روزنامه اعتماد یه
مطلبی نوشته و گفته که علی ربیعی جمعه 20 دی ماه بهش تماس تلفنی گرفته و گفته که این اتفاق افتاده و سپاه این موشک رو ساقط کرده و از طریق آقای روحانی مطلع شده که این روایت هایی که میگن درست نیست و هواپیما به دلیل اینکه سپاه اونو زد و سقوط کرده. و آقای عبدی گفته که با یک ساختار معیوب و ناکارآمد مواجه هستیم و فراتر از یک دروغگویی بوده. میدونیم که پنج شنبه 19 دی ماه قبل از اینکه اعلام بشه که حالا فرداش اعلام بشه که سپاه این هواپیما رو ساقط کرده، آقای ربیعی خودش کسی بود که اومد و تکذیب کرد این صحبت ها رو و گفت نه اصلا چنین چیزی نبوده، هواپیما نقص فنی داشته سقوط کرده. ولی حالا آقای عبدی میگه که آقای ربیعی بهش گفته گریه می‌کرده و دو تا قرص خورده تا تونسته که بخوابه. به هنرمندا هم اشاره کردی، هنرمندای مختلف هم واکنشایی داشتن در مخالفت با این مسئله، در اعتراض به این مسئله. خیلی هاشون از شرکت در جشنواره فجر، در بخشای مختلف جشنواره فجر انصراف دادن. مثلا میتونم به مسعود کیمیایی اشاره بکنم، کارگردان مشهور سینمای ایران، که در اعتراض به این مسئله گفته که از حضور در جشنواره فیلم فجر انصراف میده، که خب خیلی واکنش های زیادی رم به دنبال داشت. میترا ابراهیمی کارگردان مستند کامی در دومی کسیه که انصراف داده جشنواره فجر و گفته که این فیلم کامی برای مردم بوده و حالا با توجه به این اتفاقی که افتاده من انصراف میدم. ولی فقط به جشنواره فیلم محدود نبوده، به موسیقی هم کشیده شده. کیوان ساکت آهنگساز و نوازنده معروف هم جشنواره فجر رو تحریم کرده، در اینستاگرامش یه پستی گذاشته و نوشته به نشانه همدلی با مردم داغدار و ستم دیده سرزمینم امسال در هیچ یک از جشنواره‌های فرهنگی هنری فجر حضور نخواهم داشت، نه به عنوان هنرمند شرکت کننده، نه اینکه داور باشم یا کارشناس باشم، نه حتی به عنوان یک مخاطب و بیننده کارها. یه سری از کارگردان‌های تئاتر هم انصراف دادن، کارگردان مشق شب جزو اون هست که انصراف داده و این جشنواره رو جشنواره عزاواره نامیده و یک هیئت داوران بخش عکس جشنواره تجسمی فجر هم کنارگیری کردن و خب به هر حال این خبر بزرگیه برای جامعه هنری ایران که خب اینها همه یکی یکی دارن انصراف میدن. ممنونم از فرین عاصمی.